میان شاه و گدا راه گفتگویی هست، همیشه سرگردم تو را به سینه‌ام زدم، همیشه سنگ غمت را به سینه ام زدم، خوشم برای شکستن مرا سبوی هست. دوباره چشم شما زخمی شود دیر است، مرا ببین که به چشمت هنوز سویی هست. مرا برای محرم دوباره محرم کن، منای کرب و بلا هست و آرزویی است. مرا بکش به همان روزه های ناگفته، همیشه پیش شما روزه مگویی است. گمان نکنن، نکنم برسم تا به شام عاشوران، فقط برای همین چند شب گلوی هست. تنها تویی، تنها تویی، در گوشه تنهایی هم تنها تو میخوایی مرا با این همه رسوایی هم. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، آقا بیا یا ابن الحسن، آقا بیا، آقا بیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هدیه محضر زهرای مرضی سلام الله علیها، سلامتی قطب عالم امکان، حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا، شادی روح ملکوتی آقا سید الشهدا، همه امواتمون هم فیض ببرن، بلخص گذشتگان خودتون، ارواح مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، محبین و موالیان امیرالمؤمنین، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی. پریشب عرض کردیم از آیه هشتم سوره مبارکه آل عمران، خداوند تبارک و تعالی میپردازد به بیان دعاهایی که انبیا میکنن در خونه خدا، که پیامبران من وقتی که میخوان دعا بکنن میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا بعد از این که ما رو هدایت کردین دلهای ما مایل به باطل نشود، که عرض کردیم معلوم میشه که هیچ امضایی از طرف خالق به مخلوق داده نشده که حالا اگر هدایت شدی دیگه گمراه نخواهی شد، اگر عبادت کردی دیگه پیروی از هوای نفس و شیطان نخواهی کرد، هیچ تعهدی نیست. لذا وقتی که
انبیای همچین دعایی رو میکنن، کسی که پیغمبر است، فرستاده خداست، میگه خدایا ما رو دلمون مایل نشه به باطل بعد از اون که ما رو هدایت کردی، یعنی بعد از هدایت تکلیف ما دیگه معلومه. و بعد هم عرض کردیم از آیه 85 تا 98 سوره مبارکه طه خدا میپردازه به بیان سامری و اینکه چطور امت موسی رو گمراه کرد. رسیدیم به این که عواملی در این عالم وجود داره، اعمالی در این عالم وجود داره که باعث میشه انسان عاقبت به خیر بشود و اعمال و عواملی وجود داره که باعث میشه انسان عاقبت به خیر نشود. که گفتیم یکی از اعمالی که انسان رو عاقبت به خیر میکنه از این طرف، البته اولش عملی که باعث سوء عاقبت بود رو عرض کردیم که میشه حب جاه و مقام. این مثال رو زدیم که عرض کردیم خدا مثال سامری رو زد، همه این گرفتاری که برای سامری اتفاق افتاد و جمعیت کثیری که کافر شدند ریشش رو میبینیم فقط به خاطر اون حب جاه و مقامی بود که سامری داشت. و بعد مثال زبیر رو زدیم با اون همه سابقه درخشان که پریشب عرض کردیم، پسردایی وجود مقدسه فاطمه زهرا، پسر عمه امیرالمؤمنین، جزو چهارمین یا پنجمین کسی که اسلام ایمان آورده و اسلام اختیار کرده، جزو کسانی است که هجرت کننده است به حبشه، مدال از سابقون از سابقون به سینه داره، یه همچین کسی در تشییع جنازه فاطمه زهرا سلام الله علیها شرکت داره، قبر مخفی فاطمه رو میشناسه، یه همچین افرادی که ما وقتی که میخوایم درباره تشییع جنازه بی بی صحبت کنیم میگیم به اندازه انگشتان دست، یه همچین کسایی بودن. تو اون شورای شش نفره ای که خلیفه دوم تشکیل داد، یکی از اعضای شورا همین زبیره. و جالبه که اومد تو رأی گیری رأی به امیرالمؤمنین داد، یه همچین کسی با این سابقه، کسی که دیگه تصور نمیکنه برگرده، ببینیم جنگ جمل را میندازن و بعد در مقابل امیرالمؤمنین شمشیر میکشه و وقتی که کشته میشه شمشیرشو میارن محضر مولا امیرالمؤمنین، حضرت گریه میکنه، میفهمد چقدر این شمشیر غم و غصه از چهره پیغمبر پاک کرد. اگه زودتر رفته بود جزو شهدا بود، در زمان پیغمبر تو این جنگ‌ها اگه کشته میشد عاقبت به خیر بود. که عرض کردیم محضر پیغمبر نشسته بود، امیرالمؤمنین وارد شد، همین که چشمش به امیرالمؤمنین افتاد گفت آقا احبه حب، من خیلی این رو دوست دارم، خیلی من علی رو دوست دارم. فرمود بله الان این رو میگی، اما یه زمانی میرسه شمشیر میکشی در مقابل همین علی قرار میگیری. پس هیچ تعهدی در این عالم وجود نداره. اگر جایگاه زبیر رو هم که داشته باشی فقط به خاطر یه ویژگی و یک رذیله اخلاقی که حب جاه و مقام، همه اون سوابق از بین میره، از اون اعمالیه که همه چی رو میسوزونه، دیگه چیزی رو انسان مراعات نمیکنه. لذا باید انسان مراقب باشه گرفتار حب جاه و مقام نشه. اما در مقابل حالا عملی که باعث میشه انسان عاقبت به خیر بشود، یه روایتی رو از وجود ناظرین خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اومدن نزد پیغمبر عرض کردن آقا فلانی خیلی آدم بدیه، یه اسم کسی رو بردن که یه عمل من از ذنوب کیته و کیته، آقا هر گناهی رو این مرتکب میشه، آقا هر گناهی که شما بگین انجام داده، اسمش هم بردن، یعنی گناهان رنگارنگ.
پیغمبر فرمودن اما عاقبت او ختمه به خیر می شود. پیغمبر می شناخ، فرمودن یه روزی عبور می کرد از کنار یه مؤمنی، یه گناهی، یه عیبی از یه مؤمنی سر زد، او شاهد این گناه و معصیت بود اما عیب او رو پوشاند، به روی این شخص مؤمنم نیاورد، مبادا خجالت بکشه. از بدترین چیزها میفرمان این است که انسان گناه کسی رو به گناه کسی رو به روی او بیاره. لذا داریم تو روایت که آقا مردم رو به گناهانشون شما سرزنش نکنید. ما اجازه نداریم که مردم رو شماتت بکنیم، بگیم آقا هر روز اینو یادآوری کنیم که تو همینی هستی که فلان گناه کردی، آقا فلانی میبینی چی جوریه. ما همچین اجازه ای رو نداریم. بعدم مرد مؤمن فهمید که او از این گناه و سرزنش رو و این معصیت رو دیده و کسی نگفته، خب خبر میرسید یکیش هیچ حرفی نزده، ستاری کرده. پریشب عرض کردیم اگر من انتظار دارم که روز قیامت خدا از همه گناهان ما بگذرد، میفرماید شما چیکار کردی؟ شما یه همچین گذشتی رو تو عالم داشتی؟ اگر میگیم خدا ستار العیوب، خیلی دوست داریم این صفت خدا رو که خدایا این همه معصیت و گناه از ما دیدی. یه عبارت امام سجاد داره، حضرت سجاد علیه السلام میفرماد خدایا اگر من گناه میکنم، این مثال رو میزنه، میگه من گناه رو جلو همسرم نمیکنم، مثلا فلان معصیت رو، جلو بچم خجالت میکشم، جلو همسایه خجالت میکشم، جلو رفیق و فامیلم خجالت میکشم، جلو همکارم خجالت میکشم، خدایا من از همه اینا خجالت میکشم، مبادا اون چهره واقعی منو بدونن و مطلع باشن، اما خدایا از تو خجالت نمیکشم، یعنی از من این بچه کوچیک مواظبم نبینه من رو در حال معصیت، اما خدایا از تو خجالت نمیکشم، یعنی من با گناه کردنم میخوام بگم خدایا تو پسترین بینندگانی، از همه اینا پایینتری که از همه خجالت میکشم غیر تو. اما امام سجاد که من عرض میکنم به شما، یاد میدن چطور باید با خدا حرف بزنیم، به ما یاد داده اگه میخوای با خدا حرف بزنی اینجور باید بگی، به فکر ما خطور نمیکنه اینطور حرف بزنیم. امام سجاد میگه خدایا اگر من بنده گناه میکنم، نمیخوام بهت بگم که تو از همه بینندگان پستری، تو پسترین بینندگانی، پس چرا گناه میکنم در مقابل تو خجالت نمیکشم؟ چون خدایا تو بهترین پوشانندگانی، این باعث شده من جری شدم نسبت به گناه، دیدم اینقدر گناه های منو پوشوندی، آبرومو نبردی، عوضی که من خجالت بکشم، گفتم آقا جلو خدا هرچی هم گناه کردی کردی، کاری نداره، خدا ستار العیوبه. خیلی این صفت رو میپسندیم همه، اما کافیه یکی یه معصیتی، یه گناهی، یه خطایی ازش سر بزنه جلو ما، دیگه خدا رحمتش کنه، چیزی از آبروی او باقی نخواهد ماند. این کسی که مردم میان محضر پیغمبر بهش میگن یا رسول الله این شخص فلانی هیچ گناهی نیست که انجام نداده باشه، انواع اقسام گناه ها رو انجام داده، پیغمبر میگه اما این عاقبت به خیر میشه. چرا؟ چون یه گناهی از یه مرد مؤمنی دید، برو خودش نیو سرش اون بر که رفت، جای دیگه هم نگفت که حالا با اینایی که ادعا میکنن ما اهل ایمانیم، بیا من بهت بگم. یعنی یه صفت از صفات خدا رو این تو عمل نشون مردم داد. مرد مؤمنم متوجه شد، دست به دعا برداشت که خدا آبروتو حفظ کنه، خدا عاقبت به خیرت کنه، یه دعای اینجوری دیگه. یه حادثه یه اتفاق افتاد، پیغمبر یه عده‌ای رو فرستاد بیرون مدینه، اینا رفتن اتفاقا یه درگیری شد، این شخص هم بین اون افراد بود و کشته شد، حضرت فرمودن این شهید از دنیا رفت و این فقط به خاطر اون یه دونه ویژگی بود که داشت.
به خاطر اون که ستاری که داشت. داوود پیغمبر علی نبی و علیه السلام یه روز عرض کرد خدایا ترازویی که میخوای اعمال مردم رو باهاش بسنجی به من نشون بده، خدا قسمت کنه. حرم امیرالمؤمنین، تو زیارت امیرالمؤمنین میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، ترازوی اعمال امیرالمؤمنینه. میزان اعمال علی ابن ابی طالبه. خطاب رسید به داوود که چشماتو ببند و دو مرتبه باز کن. میگه داوود پیغمبر چشماشو بست، دو مرتبه باز کرد، یه ترازوی دید. حالا به ظاهر ترازو که یه کفه او شرق عالم است و یه کفه او غرب عالم، یه ترازوی عظیم. عرض کرد خدایا چه عملی میتونه این کفه این ترازو رو سنگین کنه؟ یه همچین ترازویی، ترازوی طلا نیستش که بگه آقا این یه صوتش هم حساب میکنه. هرچی این ترازو بزرگتر بشه خطای این ترازو هم زیادتر میشه. شما دیگه نمیتونی رو باسکول مثلا 100 تنی بیای بگی آقا درباره گرم با من صحبت کن. کامیون 18 چرخ میره رو باسکول مثلا 20 تنی بگی آقا این گرم هم نشون میده، بگه دیگه آقا 5-60 کیلو اصلا صحبتش نکن. این یه ترازویی که داوود پیغمبر دیده با یه همچین کفه‌هایی که شرق و غرب عالم رو گرفته، خدایا چه عملی میتونه اصلا این کفه‌های این ترازو رو سنگین کنه؟ خطاب رسید داوود اگر من از بنده راضی باشم یه عمل کوچک رو برای خدا انجام بده، من با یه دونه خرما این ترازو رو سنگینش میکنم، ترازوی عمل صالحش رو سنگین میکنم، یه خرما بده. لذا تو بحثای ماه مبارک رمضان چی میگه؟ میگه آقا شما افطاری بده ولو با یه خرما. آقا نداریم مثلا از فقر نمیدونیم چیکار کنیم، هیچی نون نداریم بخوریم، میگه باشه شما افطاری بدهید ولو به یه جرعه آب. یعنی کسی بهانه نداشته باشه، شما اگر اهل افطاری دادن باشید ولو با آب ما براتون ثواب مینویسیم. البته اینا مرتبه داره، مال کسی که نداشته باشه. عمل برای خدا انجام بده ولو کوچک باشه. داوود ما ترازوی عمل این رو سنگین میکنیم. حفظ آبروی یک مؤمن توسط فاسقی باعث میشه او عاقبت به خیر بشه. یه ویژگی. یکی دیگه از اعمالی که حالا دیگه جدیدن دیدم الان تو این سایت های اجتماعی، حالا همه دیگه حجمشون رو سید و شهداست که آقا هزینه چرا میکنید اونجا، نمیدونم اگر قضا ندید اینقدر بچه یتیم رو میتونید پوشش بدید اونجا، نمیدونم اگر هزینه نکنید پر. حالا دیگه چون محرم شده حالا فصل ایناست، بعد حالا در جوابش هم گفتن که شما حالا اگر اینا هزینه است، بعد هزینه های طرف مقابل هم گفتن، به خانوما یه سری صحبت کردن، به آقایون یه سری صحبت کردن، گفتن خب شما خیلی اهل خیراتی، شما از این هزینه هاتون کسر کنید، شما از هزینه آرایشت کم کن، اون یکی از هزینه هفته ها که میخواد بره هر هفته بگرده کم کنه، اون از مسافرتش کم کنه، اون از بریز و به پاچش کم کنه. شما خیلی دنبال اینی که فقط این روزه امام حسین تعطیل بشه. آقا امام حسین فرمودن یاری طلب کردن و یار طلب کردن، کسی نبود حضرت رو یاری کنه، شما اومدید اقامه عزا میکنید، چه فایده داره؟ 1400 سال گذشته، عوض این که این هزینه ها رو بکنید برید کمک مستمندان کنید. حالا پر شده اینا. اینجا اما دستبندی روایت چیز دیگری میگه. یکی از اعمالی که باعث عاقبت